بسم الله الرحمن الرحیم. من امیررضا نژاد هستم، طراحم، دیزاینرم و کارم حالا یو ایکس و یو آی. تو این ارائه میخوایم درباره دیزاین صحبت کنیم. دیزاین هم معنی با طراحی نیست، اون چیزی که حالا به عنوان طراحی به عنوان فرم مردم میشناسن اون نیست و توسط دیزاین خیلی کارا میتونیم بکنیم. یا جنگ دیزاین میشه، شما میتونید زندگیتون رو دیزاین کنید، کسب و کارتون رو دیزاین کنید و حالا جلوتر به معنی کاملش میپردازیم. ولی خب چون واژه درست حسابی براش حالا به عنوان فارسی انتخاب نشده، واژه همون دیزاین ما استفاده میکنیم. به صورت کلی کسب و کاری که میخواد شروع بشه، ما سه مدل که حالا دو مدل اول خیلی معمول تره کسب و کار رو شروع میکنن. یکی اولیش اینه که یکی میخواد صبح پا میشه که آره من یه ایده خوب به ذهنم رسید، ما یه اپلیکیشن یا یک وبسایتی میزنیم و توسط این حالا هر روز میلیاردی میخوایم پول درآمد داشته باشیم. حالا این رویکرد بیشتر بر اساس بیزینس پلنه و اینکه کلن بر اساس بیزینس میخوان جلو برن. دومیش اینه که یه چند تا دیولوپر یا یه گروه تک جمع میشن با هم و میخوان یه ایدهی رو حالا شروع کنن و معمولاً باگی که اینجا داریم و مشکلی که هست اینه که چون همشون مهندسن، چون همشون تکنیکالن، همش دوستان فیچر اضافه کنن که حالا در جلوتر کاملتر دربارش صحبت میکنیم. سومین دسته‌ای که هست انسانه. شما برای آدم ها میاد یک پروداکتی رو میسازید و روش ساخت و کار کردنش کاملا متفاوته. درباره ساخت محصول معمولا چیزی که حالا این به عنوان پارادوکس یو ایکس دیزاینر ها معروفه، ولی به نظرم یه مثال خوبیه که بتونیم درباره همه حالا کسایی که تو این کار شرکت میکنن، تو این کار هستن بدونم بد نیست. یکی اینکه سمت راست اولین تصویر، ما یه چیزی رو نیاز داریم، یوزر یک چیزی رو نیاز داره که بخواد از رمپ بپره و اولین کاری که ما میکنیم اینه که میایم سمت چپ اولین تصویر، میایم ما یه همچین چیزی رو بر خودمون تصور میکنیم، میخوایم یک سفینه بسازیم در حالی که اصلا نیازی نیست به این کار. و روال ساختش هم باید اینجوری باشه که ما با کمترین شروع میکنیم و هی فیچر بهش اضافه میکنیم. و میگم الان مثلا شما میتونید یک سفینه بسازید برای اینکه یوزر از رمپ رد بشه، ولی خب مشکلش با یک دوچرخ هم حل میشه، اصلا نیازی به سفینه نیستش. یه کانسپتی به عنوان دیزاین سنتریک راه افتاد، یعنی از سال 1950 بوده ولی سال 1970 فکر کنم، دقیق سالش رو حالا دقیق مطمئن نیستم، ولی اپل جزو کمپانیایی بوده که اومد مفهوم دیزاین رو اضافه کرد و بعد از چند سال بعضی از شرکت‌های معروفی که اومدن و توی این حوزه فعالیت کردن، یعنی کل فعالیتشون عوض شد. قبلا یه محصولی رو می‌ساختن که بفروشن، الان اومدن دیفاین کردن ببینن مشکل مردم چیه، برای اون محصول دیزاین کنن. و بعد از اینکه حالا از 2005 تا 2015 شما میتونید ببینید که چقدر پیشرفت کردن، سودشون، درآمدشون و پیشرفت خودشون. اپل، کوکاکولایی که شاید فکر نکنیم این بخواد دیزاین بشه، فورد، اینا حالا شرکتایی هن که خیلی معروفن و هممون میشناسیم. برمیگردیم به ماجرای دیزاین. دیزاین و طراحی دو تا مقوله جدا از همن. طراحی به عنوان نقاشی کشیدن، بنر زدن یا نمیدونم هر چیزی که مرتبط به ظاهر باشه ما میشناسیم، ولی در حالی که دیزاین یه چیز متفاوتیه. ما میخوایم یک مسئله رو حل کنیم که نتیجه این حل مسئله یک چیز بصریه. حالا شاید توی کد شما به یه فانکشنی برسید، یه داکیومنتی به عنوان نتیجه داشته باشید، عنوان نتیجه بررسیتون، ولی توی دیزاین
نتیجه کاملا یک فرمه، یک چیزیه که یک ظاهریه که شما میتونید ببینید و کاملا این مشخص میکنه که حالا این محصول قراره چجوری کار کنه، چجوری باید باشه و به چه دردی میخوره. اینو یک کانسپتی، حالا یک مثالی بخوایم بزنیم برای درک بهترش، سالیان پیش موقعی که چاقو نبود انسان ها میخواستن میوه بخورن. حالا شما مثلا پرتقال رو مد نظرتون باشه، شما میخواستید پرتقال رو پوست بکنید و میوهش رو بخورید دیگه. کندن پوست میوه خیلی حرکت سختی بوده با دست. شما چی نیاز داشتید؟ شما چاقو نیاز داشتید؟ شما نمیدونم دستگاه میوه پوستکن نیاز داشتید؟ نه، شما یک وسیله یا نیاز داشتید که بتونید با اون پوست رو بکنید. دیزاین دقیقا میشه همین. و حالا اومدیم چیکار کردن؟ حالا به مرور زمان یک جسم فلزی رو ساختن که یک طرفش تیزه و با استفاده از اون خیلی راحت میشه حالا میوه رو پوست کند و به اون رسید. این در واقع پوست کندن میوه و رسیدن، این در واقع یک مشکل بوده و چاقو پروداکتی بوده که برای اون شده، یعنی نتیجه ما شده چاقو. راه حل چی بوده این وسط؟ راه حل یک جسم نوکتیزی بوده که ما بتونیم میوه رو پوست بکنیم به صورت کلی. آقای استیو جابز هم که میگن که طراحی فقط آن چیزی نیست که به نظر میرسد و احساس میشود نیست، طراحی نحوه کارکرد آن است. شما وقتی یک پروداکتی رو دیزاین میکنید، این پروداکت کاملا باید در نگاه اول مشخص بشه که قراره چجوری کار کنه، چجوری از این استفاده کنم و نحوه کار کردن باهاش چجوریه. درباره اینم که من اول از دیزاین شروع کردم، میتونستم از همون اول برم توی مبحث UX یا حالا شروع کنیم در یه سری تریک ها رو یاد بدیم که آره داخل اپلیکیشن توی همچین کاری بکنید کار خوبیه و مثلا استاندارده. نه، این کار رو نکردیم. ما اول مفهوم دیزاین رو میخواییم بفهمیم که دیزاین یعنی چی. بعد حالا UX دیزاین یک جزوی از اون دیزاین ما، UX دیزاینمون هستش. تفکر طراحی یک رویکرد نوآورانه انسان محور است. در این رویکرد نیازهای مردم، امکانات، تکنولوژی و و و و توی تفکر طراحی ما میایم یک مسئله ای رو پیدا میکنیم، برای اون یک راه حلی میسازیم و نتیجهش میشه یک پروداکت که فرم داره و شما اون رو میبینید. برای مثال شما نیاز داشتید که یه سطح بالاتری بشینید، داخل منزلتون هستید و شما نمیدونستید که اون محصول چیه که قراره شما رو اون بشینید. حالا اومدن درباره اون حالا تحقیق کردن یا هر چیزی، یک صندلی براش ایجاد کردن، براش طراحی کردن. پس راه حل شما، چیزی که شما نیاز داشتید، دقیقا یک چیزی بود که شما به شما ارتفاع بده و این با یک صندلی حل شد. ولی خود یوزر خیلی در جریان نیست که دقیقا خودش چی میخواد. این شمایید که باید پیناشون رو بفهمید و براش یک راه حلی پیدا کنید. کلن توی این مبحث سه تا چیزی که خیلی مهمه، یکی مطلوب بودنه توی طراحی پروداکت، یکی مطلوب بودن پروداکت، یکی هم امکان پذیریشه، یکی هم که زیست پذیری، حالا قابلیت استفادهش. این ستا رو ما کنار هم بچینیم، دقیقا وسط اینها میشه نوآوری و دیزاین تلاش میکنه که نوآوری بیاره. و حالا جلوتر ببینیم ویژگی هایی که تفکر طراحی داره. یکی اینه که انسان محوره. یعنی چی؟ یعنی ما برای پروداکتمون یوزرمون رو میذاریم مرکز تصمیماتمون. یوزر من چه چیزی رو دوست داره؟ یوزر من چه چیزی رو نیاز داره؟ چه چیزی رو نیاز نداره؟ و کاملا برای یوزر پروداکت تولید میکنیم. در حالی که توی اون دوتا روی کرده اولی که بهتون گفتم، اگر بیزینس باشه
شما دارید برای پول در آوردن یه پروداکتی رو تولید میکنید و ارائهش میکنید به بازار، حالا توسط مارکترها معمولا فروش خوبی داره، یا اینکه شما یه تیم تکنولوژی هستید میخواید یه نوآوری بکنید ولی بیشتر جنبه تکنولوژی داره و شاید خیلی استفاده کمتری بشه. درباره فیل شدن استارتاپ هایی هم که با دو مدل اول شروع کردن خیلی احتمالش بالای فیل بشن، ولی نوع سوم چون برای نیاز انسان یک پروداکتی رو تولید کردن احتمال فیل شدنش پایینه. باعث خلق نوآوری میشه، همونی که توضیح دادم. اصل دیزاین میخواد که یک راه حلی رو کشف کنه. فرم فعلا برای ما مهم نیست که چه جوری چه ظاهری داشته باشه. مشارکتی هستش، یعنی چی؟ یعنی شما باید با یوزرتون در تماس باشید، باش در ارتباط باشید و بدونید که چی میخواد. حالا برای تولید این پروداکت هر چند نفری که لازم هست کار کنن با اونا باید کاملا مشارکت داشته باشید. تکرار پذیره، یعنی چی؟ یعنی اینکه یه تمامی نداره. شما هر پروداکتی رو ایجاد کنید یک پین هایی رو میاره و اینجوری نیست که مثلا شما یک پروداکتی رو ایجاد کنید، یک سرویس رو ران کنید که دیگه این تمام مشکلات رو بذاره کنار و شما بتونید تا آخر عمر از این استفاده کنید. مثالی که میتونیم بزنیم برای این مثلا فیسبوک بوده. فیسبوک اولش فقط برای ارسال فایل و آشنایی بوده، ولی بعدش مثلا فیچر اضافه کردن، حالا مثلا عوض کردن پسورد، یه پینی بوده که من نیاز داشتم که پسوردم رو عوض کنم، یه چیزی هی اضافه شد و همینجوری مرحله به مرحله بهش اضافه میشه، چطور که مثلا یه اواخر دیگه استوری اضافه کرد. و یعنی هر دیزاینی که ما میکنیم یک سری پین هایی، یک سری نیاز هایی رو دوباره میاره که شما نیاز دارید برای اون طراحی کنید. فرایند محور بودنش هم یعنی این که یک سری فراینده، حالا کانسپت هایی هست که چند تا از دانشگاه ها براش حالا مثلا طراحی کردن و خیلی معروف هستش که میگیم دربارش. تفکر طراحی در کل میگه که این پروداکتی که ما میخواییم داشته باشیم چی باشه. ما میخواییم برای یک مشکل یک راه حلی پیدا کنیم دیگه، این چی باشه برامون مهمه، چطوری استفاده بشه و چجوری باشه که حالا ظاهرش چجوری باشه، یعنی نوع محصول برای اول، دومی تجربه کاربر باشه، من اینتراکشنی که باش دارم، استفاده‌ای که ازش میکنم، این نحوه استفاده شدنشه دیگه، و اینکه چجوری باشه ظاهرشه، و به ترتیب اینها رو برای ما مشخص میکنم. به صورت کلی دیزاین تینکینگ یک فرایند پنج مرحله‌ایه. اولیش یک حالت همدردیه، شما باید با یوزرتون در ارتباط باشید، با انسان در ارتباط باشید و بفهمید دردش چیه، دقیقاً چه چیزی رو نیاز داره و برای همون یه سری کارهایی رو بخوایم انجام بدیم. الان خیلی خیلی رواله که الان چند نفر با هم میرن توی یک جلسه، میشنن توی یک اتاق ایزوله‌ای و برای خودشون تصمیم میگیرن این فیچر رو اضافه کنیم، اون فیچر رو برداریم، اینو اینجوری بولدش کنیم، در حالی که شما یوزرتون رو نمیشناسید، نمیدونید که یوزرتون دقیقاً چی نیاز داره که دقیقاً یک محصول یا ارائه بکنید که یوزر پذیرش کنه، بخواد بپذیره و با اون کار کنه. بعد اینکه صحبت کردیم، مرحله دومش که میشه دیفاین، ما میایم اینها رو توسط معماری اطلاعات یک الگویی از اینها در میاریم. مینیمم مثلا من با 10 نفر صحبت کردم درباره یک موضوعی و یه جورایی مثلا فهمیدم مشکلاتشون چیه. مثلا من میخواستم یه اپلیکیشن رژیم غذایی بزنم، رفتم با کسایی که تجربه رژیم داشتم و اونایی که دوست داشتن رژیم بگیرن صحبت کردم، درباره بک‌گراندشون، درباره هیستوریشون پرسیدم که شما مشکلی که موقعی که رژیم گرفته بودید داشتید چیا بوده. این خود یوزر شروع میکنه به تعریف کردن، باید یک سری سوالای خیلی سرباز بپرسیم ازش که باعث بشه ما باهاش صحبت کنیم و بفهمیم که چه پین‌هایی رو داره. بعد از این الگوها من میام توسط حالا
معماری اطلاعات یک سریاش رو انتخاب میکنیم که کدوم مشکلاتش رو حل کنیم. مثلا من به 5 تا مشکل خورده باشم، من شاید بتونم 2 تاش رو حل کنم، مثلا قدرت این رو ندارم که هر 5 تا رو بخوایم حل کنیم، یا حالا در مرور زمان میتونیم هی دونه به دونه بخوایم اینا رو اضافه کنیم. مرحله سومش میشه ایده پردازی، که شما حالا میشینید همفکری میکنید و میخواید ببینید برای اون راه حل هایی که دادید چه پروداکتی رو بزنید، حالا یا مثلا اون پروداکت چجوری کار کنه، چه استایلی داشته باشه. مرحله چهارمش میشه پروتوتایپ. شما اینجا انتخاب میکنید که محصولتون دقیقا چی باشه و برای اون پروتوتایپ میکنیم سریع که بخوایم تست بگیریم و ببینیم که چجوری داره کار میکنه. پروتوتایپ حالا شاید از نظر خیلی کار بیهوده ای باشه، ولی مزایایی که داره یکیش اینه که خیلی سریع آماده میشه، هزینه زمانی خیلی کمه و ما یه جورایی MVP اون محصول رو داریم و توسط همون پروتوتایپ میتونیم تست کنیم. توی دیزاین وقتی شما یک محصولی رو دیزاین کردید، یک راه حلی رو دادید، اینجوری نیست که شما بتونید این رو مثلا نتیجه محور نیست که شما بگید آره من این راه حل رو دادم و قراره که این مشکل کلن از دم حل بشه، در حالی که اینطوری نیست. شما باید این محصول، این راه حلتون رو ران کنید، بعد یک نتیجه ای از تجربیات و استفادهش میگیرید که حالا توسط اون مشخص میشه که راه حلی که شما دیزاین کردید مناسبه یا نه. درباره تستش که حالا یک سری تست هایی داریم، ای بی تست و تست های دیگه ای رو داریم که توسط اونا تست میگیریم از همون یوزرهایی که براشون میخواستیم محصولی رو تولید کنیم. حالا بعد اون اگر اوکی بود، تستمون هم قبول شد، ما ادامه میدیم و پروداکتمون رو ران میکنیم. درباره تجربه کاربر یا همون یوزر اکسپریانس، یه تعریف کلی همه میدونن که آره یعنی تجربه کاربره، ولی اینکه تجربه کاربر دقیقاً چیه و چه تعریفی داره شما میدونید یا دربارش میتونید یه چیزی بگید که بخواد یو ایکس رو تعریف کنه؟ هیچکی نبود؟ ما هر عمل رو یک سفر در نظر بگیریم. من میخوام با دستگاه آبربانک کار کنم. شروع کار کردن من با آبربانک تا انتهای کارم یک سفر مد نظرمون باشه، یک تسک مد نظرمون باشه. حسی که موقع انجام اون تسک و بعد از انجامش دارم، اون دقیقا میشه UX و تجربه کاربر. اگر اونجا شما تجربه خوبی رو داشته باشید، قاعدتا به کسای دیگه هم معرفی میکنید این پروداکت رو یا دربارش صحبت میکنید بین جمع، و اگر تجربه بدی هم باشه که شروع میکنید به بد گفتن درباره اون پروتوتایپ، درباره اون محصول، و جوری است که همیشه توی ذهن شما هست، چون یک تجربه است، یک چیز نتیجه گذری نیست که شما بگید من یک بار استفاده میکنم و رد میشم ازش. دیزاین اینجا کمک میکنه ما یک پروداکت کاربر محور یا همون انسان محور بسازیم، و یو ایکس اینجا یک ویژگی برای محصول ما. محصول شما یو ایکس داره، یک تجربه خوبی داره، این یه ویژگی برای شما حساب میشه و یه جورایی نه وظیفه است نه لطفه، ولی خب بودنش خوبه. توی دیزاین کاربر محور هم ما کلن کاربر رو مرکز تصمیماتمون قرار میدیم، از سطح طراحی محصول تا انتها، یعنی حتی طراحی تجربه کاربری هم بازم یوزر مد نظرمونه، مرکز تصمیماتمونه. و اینجا باید بگیم که ما هیچ وقت خود یوزر نیستیم که بخوایم از طرف یوزر تصمیم گیری کنیم برای یک پروداکتی یا برای یک فیچری، و باید از خود یوزر بپرسیم ما اینو.
7 دلیلی که ملت اپلیکیشن ها رو پاک میکنن و روی گوشیشون نصب ندارن اینا هستن که حالا یه مقداریشون فانکشنالیتیه، یک مقداریش برمیگرده به یو ایکس. بعد یو آی یو ایکس که چهارمی هست، 42% تقریبا اگر از یو ایکس و یو آی اپلیکیشن شما خوششون نیاد پاک میکنن و این خب یه عدد خیلی بالاییه و قابل توجهه. و دلیل این که الان انقدر بازار یو ایکس داغ شده و همه دوست دارن پروداکتشون یو ایکس خوبی داشته باشه اینه. یو ایکس یه سری مزیت‌هایی داره. فرایند خود یو ایکس، یو ایکس یک فراینده، فقط صرفاً اون تجربه‌ای که حالا گفتیم دربارش صحبت کردیم نیست. تجربه بالاترین لایشه که یوزر میبینه این رو. اولیش اینه که شما وقتی با فرایند یو ایکس جلو میرید، هزینه های توسعه و پشتیبانیتون پایین میاد. یک، اینکه شما میدونید محصول برای چی داره ساخته میشه، یوزری که قراره استفاده کنه از این کیه، چه حالا سطحی رو داره، چه شخصیتی رو داره. موقعی که ما میخواییم طراحی کنیم، میاییم یک سگمنتی از حالا جامعه رو در نظر میگیریم. ما نمیتونیم همه رو خوشحال کنیم با یک پروداکت، یک گروهی از جامعه رو در نظر میگیریم و برای اون گروه ما یک پروداکتی رو طراحی میکنیم. از بین اون آدمایی که هستن اون گروه، یک نفر، حالا چه خیالی باشه چه بر اساس دیتا، یک نفر رو مشخص میکنیم و این شخص میشه پرسونای ما. داخل اون صفحه ما تمام اطلاعاتش رو مینویسیم که این شخص این عادتها رو داره، این نیازها رو داره و این تجربیات رو داره و هر تصمیمی بخوایم بگیریم مناسب با اون شخص میگیریم، یعنی چیزی باشه که بر اساس ویژگی ها و اخلاق اون شخص باشه. مورد دوم، وقتی شما تجربه خوبی رو به کاربر ارائه کنید، خب قاعدتا یوزر خیلی استفاده میکنه و یوزر شما تبدیل میشه به کاستومر و به وسیله همون کاستومر شدن شما میتونید درآمد بالایی داشته باشید اگر فروش داشته باشید. سوم اینه که انگیجمنت رو میبره بالا، باعث میشه که یوزر بیشتر با اپلیکیشن یا حالا سرویستون کار کنه. چهارمی، وقتی من از یک سرویسی راضی باشم، خب چه دلیلی داره که بخوایم سویش کنم به یک سرویس دیگه؟ پس این باعث وفاداری میشه. و هفتمی که هست، ریسک کسب و کار رو کاهش میده. ما نمیتونیم ریسک یک چیزی رو کامل از بین ببریم و بگیم این پروداکت 100% قراره که موفق بشه، ولی چون بر اساس انسان و نیاز انسان ما این محصول رو تولید کردیم، میدونیم که ریسکش خیلی پایین تره و احتمال حالا موفق شدنش بالاتره تا به نسبت کسب و کاری که بر اساس بیزنس پلن بخواد شروع شده باشه. درباره یو آی و یو ایکس تفاوت رو اگر بخوایم بگیم دقیقا اینه. حالا شاید خنده‌دار باشه، شما یک چیزی رو نیاز داشتید که از پاهاتون محافظت کنه در برابر سرما، گرما، نمیدونم حشرات، حیوانات، هر چیز دیگه ای، نمیدونستید چیه تا اینکه یک شلوار ساخته شد برای این. شما یک چیزی رو نیاز داشتید، مشکلتون چی بود؟ پوشش بود، پوشیدن بود، راه حلش یک شلوار بود که این ساخته شد. تا اینجا یو ایکس حساب میشه. ولی اینکه این ظاهرش چجوری باشه، چه متریالی داشته باشه، چجوری به نظر بیاد، این دقیقا میشه قسمت یو آیش که معمولا چون یوزر یو آی رو میبینه، همه چیز رو حالا بر اساس یو آی جاج میکنه. ببینیم مثلا یو آیش خوب نیست، میگه آره فلان سایت رفتم مثلا یو ایکس خوبی نداره.